دوستان عزیز سلام به بامبو لنگویجز خیلی خوش اومدین من زهرا همتی هستم و در این ویدئوی آموزشی میخوایم با هم دیگه سه تا دیگه از کاربردهای زمان کندیشنال سیمپل رو ببینیم مثلا میخوایم ببینیم جملات این چنینی از قبیل من اگر جای شما بودم حتما همه ویدئوهای زبان اسپانیایی رو یاد میگرفتم و اونها رو تماشا میکردم یا اینکه من الان خیلی دوست دارم یه زبان جدید یاد بگیرم و یا در نهایت جملاتی که بگیم میشه لطفاً فلان رو برام انجام بدید. یک جمله که احترام آمیز باشه. این جملات این چنینی، مثالهای این چنینی رو چجوری بیان بکنیم. اینا همه سه تا فونسیون و کاربرد زمان کندیسیونال سیمپله هستن که امروز قراره به اونها بپردازیم. لطفا اگر ما رو لایک و سابسکرایب نکردید، این کار رو با یک کلیک ساده انجام بدید و مثل همیشه ما رو حمایت بکنید. اکومنسار دوستان عزیز خیلی خوش اومدیم به پارت دوم کندیسیونال سیمپل. دوستان عزیز دو تا از فونکسیون های مهمش رو در درس قبلی دیدیم فقط اشاره میکنم به شما توضیحاتش رو میتونید بریم دوباره توی ویدیو قبلی نگاه بکنیم در درس قبلی راجع به فونکسیون اولش صحبت کردیم که اکسپرسار اون اکسیون فوتورا دست دل و دویستا دل پاسادو بود بیان عملی که از منظر گذشته که نگاهش میکردیم اون عمل قرار بود در آینده انجام بشه و فونسیون دومش هم یک دودا یه داد یک احتمال و شک و تردید و ایپوتسیس و فرضیه ای رو بخوایم در زمان گذشته بیان بکنیم امروز اولین فونسیونی که اینجا میخوایم با هم ببینیم در کنسخوس و اثر هست در کنسخو یعنی مشورت دادن به کسی یعنی کسی رو مشاوره کردن مشورت دادن توصیه کردن اثر سوخرنسیاس یعنی ساجستشن کردن یا ساجست کردن پیشنهاد دادن به کسی زمانی که میخوایم کسی رو راهنمایی کنیم بهش مشورتی بدیم میتونیم از زمان کندیسیونال سیمپل استفاده کنیم یه سری مارکادور هم ما برای بحث در کنسخوس ای اثر سوخرنسیاس داریم مارکادور یعنی چی یعنی کلماتی که اگر بیان خیلی واضح دارن به شما میگن که بعد ما باید کندیسیونال سیمپل بذارید به عنوان مثال که تو بسیار بسیار ترکیب ساده ای هست و بسیار بسیار نمایشگر اینه که شما تعیین کننده است یعنی زمانی که اینو میبینین بعدش کندیسیونال سیمپل میذارین یو که تو یعنی من اگر جایی تو بودم فلان کار رو میکردم پس دارم بهش کنسخو میدم دارم یه سوخرنسیا بهش میدم یو که تو دیری یا تلکوسا من اگه جایی تو بودم فلان حرف رو میزدم پس بعد از یو که تو من به کندیسیونال سیمپل احتیاج دارم یو انتولوگار سینونیم حالت قبلی من اگر جای تو بودم یو انتولوگار ابلری یا کم ماریا من اگر جای تو بودم با ماریا صحبت می کردم دبری یا مس اینفینیتی با دوستان عزیز شما ساختار توی باید هامون شود رو با هم یاد گرفتیم معادل باید شود یعنی چی؟ یعنی یک توصیه می دادیم به طرف دبش پرکتیکار لانتاسیون برای اخمپلو ترس به سه سال سه بار در هفته می بایستی شما شنا تمرین کنی. فرض کنی. خب این دبر مست اینفینیتی با رو قبلا با هم خوندیم. میتونید دبر رو ببرید تو کندیسیونال. و حالا اون حالت سوخرنسی ها و کنسه اینجوری بهش بدید. دبریاز ترابخار مست. بیشتر باید کار بکنید. دارم سوخرنسی ها و کنسه میدم. یا به اضافه کندیسیونال. دوستان عزیز این یو به اضافه کندیسیونال سیمپل باز میشه تو همین حالت های یو که تو یو انتولوگر. یو لدیری یا که تا تا تا. من بهش اینجوری میگفتم. این سنسه همون سنس اینه که یعنی من اگه جای تو بودم بهش فلان حرفا میزدم. یو فلان. پس یو به اضافه کاندیشنال هم دوباره در کنسخ و سیاسر سوهرنسی تندریه که مس اینفینیتی این هم ساختار تنر که مس اینفینیتی بود. باید فلان کارو بکنی. باید هست حالا یک حالت کنسخ و سوهرنسی هم گرفته. تندریاس که پرکتیکار مس. تندریه که ابسروار فور اخمپلو لوس ویدئوس. دیدکتیکوس د اسپانیول پر اگزامپل باید آموزشی اسپانیایی رو نگاه بکنید پودریاس ماس اینفینیتیو هم دوباره به همین صورت فعل پدر اومده در صرف کندیسیونال قرار گرفته فعلتون بی است پودریا پودریاس پودریا تا تا, تا. میتونی فلان کارو بکنی یه پیشنهادی بهش میدین پودریاس هم همیشه به خاطر معنای خود پدر بعدش اینفینیتیو میخواید شما نمیتونید بگید میتونم فلان کارو بکنی همیشه من میتونم تو میتونی فعل بعدی هم که میاد باز به همین سوخه توی پودر برمیگرده به خاطر همین شما همیشه بعدش یک اینفینیتی بوده با این حال من دو تا مثال هم براتون نوشتم این فونسیون فونسیون بسیار ساده ای هست و فکر نمی کنم درکش مشکل باشه با این حال با اون دو سه هم پلوس که استن اکی تو تو اگه جای من بودی کدوم انتخاب میکردی. من اینجا تو اگه جای من بودی رو ننوشتم نوشتم ال خیری تو تو خود پرونمره پرسنال تو رو گذاشتم. ولی مفهوم جمله یعنی اینکه تو اگه بودی کدوم انتخاب می کردی تو اگه بودی کدوم رو پیشنهاد میدادی. درسته فعل ال خیر ال خیر اومده ایاسم گرفته. تو کدوم یکی از این دامنا رو انتخاب می کردی. یو کمپراریا لا گریس کلارا من اگه بودم احتمالا گریس کلارا توسی روشنه رو برمیداشتم پرو یون تولوگار ولی من اگر جای تو باشم الهیریا لا بلانکا سفیده رو برمیداشتم پرکه تکد مخور به خاطر اینکه این بیشتر بهت میاد پس من اگر بودم این کار می کردم ولی یو انتولوگار الهیری یا بعد یو انتولوگار اومدم الهیری ها رو کندیسیونال گذاشتم درسته؟ یا مثال بعدی پرایستر این فرما تندری از کاسر دپورت برای این که دپورت علمنوس ترس بسه برای اینکه شما این باشی استر این یعنی گود شیپ باشی بدنت رو فرم باشه استایلت خوب باشه تندری از که اثر دپورت می بایستی شما سه بار در هفته المنوس حداقل سه بار در هفته ورزش بکنیم پس همونجوری که دیدین یه سری مارکادور داریم اینا هم نبودن تو جمله مثل این مثال الهریاس تو مفهوم کنسخو سوخرنسیا من اگه جای تو بودم اینا اگر مفهومش هم تو جمله بود شما باید کندیسیونال سیمپل استفاده بکنید بریم پارت بعدی با فونکسیون دوم خب فونکسیون دومی که در این ویدیوی آموزشی می‌بینیم فونکسیون اکسپرسر اون دسه و دپرسنت و فوتورو هست یعنی چی یعنی یک دسه و یک آرزویی رو بیان می‌کنیم ما می‌تونیم با کاندیشنال سیمپل بیان بکنیم یک ای کاشی یک آرزویی یک کاری که دوست داریم ولی برای پرسنت و فوتورو یعنی آرزوهای در گذشته رو ما کار نداریم یعنی جملاتی مثل اینکه که ای کاش الان می‌تونستم فلان کارو بکنم خیلی دوست دارم مثلا الان برم مثلا بیرون یه همچین جملات تیپ پس آرزوها اون تمایلاتمون مربوط به زمان پرسنته و فوتورو به عنوان مثال مینکانتری بیا خراتو دو خیلی دوست دارم به کل دنیا سفر کنم این یک دسئوی مربوط به فوتوراه من در آینده یا همین الان خیلی دوست دارم به آینده به تمام دنیا سفر بکنم یا می گوستاریا برتا اورا میزمو ای کاش میتونستم الان ببینمت خیلی دوست دارم الان ببینمت یه دسو مربوط به زمان پرزنته کریا کمپرار اسه چاله ای کاش این خونه رو مثلا می خریدم خیلی دوست دارم این خونه رو بخرم چله دوستان عزیز یه مدل خونه هایی هن که معمولا پلانته های کمی دارن یعنی طبقات کمی دارن و اینها در محوطه هستن که دوروبرشون هم خاردین و باغ خود خونه هم خاردین و باغ داره معمولاً هم برای اونی فامیلیار, هستن یعنی یه خانواده توشون زندگی میکنه خانه های ییلاقی و خانه های ویلایی چله بیشتر برای ما تو فارسی اینجوری میشه میخواستم خیلی میخوام که این خونه رو بخرم یا مثلا خیلی دوست دارم این خونه رو بخرم پس اینم دوباره یه دسه دساری ابلر انگلیس پرفکتامنته. ای کاش میتونستم انگلیسی عالی صحبت بکنم یا خیلی دوست دارم این ترجمه شاید بهتر باشه خیلی دوست دارم انگلیسی بهتر عالی صحبت بکنم پس یه دسه اوی دارم میگم مربوط به الان ای کاش الان میتونستم این کارو بکنم یا ای کاش در آینده بتونم خیلی پرفکتامنته صحبت بکنم و در نهایت آخرین مثالمونم تاپتس سی و هم مینکانتری یا دوست داری بریم کوه خیلی دوست دارم اینم یه دسته کوچیکه حالا شما میتونید این دسته که ما میگیم هم میتونه واقعا به معنای یک آرزوی بزرگ باشه هم میتونه یه خواسته کوچیک باشه مثال آخر ما دوست داری بریم کوه خیلی دوست دارم آرزو نیستیم ولی یه خواسته خیلی حالا میشه به همون اسم دسیور رو بذاریم روش و بگیم که یه خواسته ای که دوست داریم در پرسنت یا فوتور رو اتفاق بیفته پس این هم از دومین کاربرد کندیسیونال سیمپل که توی این درس با هم دیگه دیدیم بریم پارت آخر و آخرین کاربردش رو هم با هم دیگه بررسی کنیم خب اکسپرسر لا کورتسی یا آخرین فونسیون زمان کندیسیونال سیمپل هست دوستان عزیز این فونسیون رو که یاد بگیریم سه تا توی این درس یاد گرفتیم دو تا هم توی درس قبلی میشه پنج تا کاربرد که اینها در مجموع میشن های زمان کندیسیونال سیمپل اکسپرسر لا کورتسی یعنی زمانی که احترام رو میخوایم نشون بدیم دوستانی که انگلیسی بلدن ساختارهای وود لایک و اینها رو در ذهنشون بیارن و مثلا بدونن که مثلا فرض ما رفتیم توی رستوران می‌خوایم یه یه آبی سفارش بدیم میگیم I would like to drink آی وود لایک تو درینک مثلا این وود لایک شما میتونید بگی آی لایک like یا آی want ولی با وود میای ساختار رو محترمانه میکنیم برای ما هم در زبان اسپانیایی همچین ساختاری وجود داره و ما این احترام رو میاییم با کاندیشنال سیمپل نشون میدیم به عنوان مثال ببینید دوستان مپندریا پرفاورین اون کیلو ده خب شما میتونین جمله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه میشه لطفا برای من یک کیلو نارنگی بذارید؟ خب شما میتونید این پونه رو بیاین پرسنته بزنید. بیان کنین بگین پون پرفاور. این ساختار نه بی احترامیه نه احترام خاصی. یه جمله معمولیه مپون اون کیلو ده مندرین از میتونید بیاین با کندیسیونال بگین این جمله رو که در اون میخواین احترامی رو به طرف مقابلتون القا کنید میخواین خیلی بهش احترام بذارید مپندریا یعنی لطفا اگر میشه لطف کنین برای من یک کیلو نارنگی بذارین پس فقط بحث احترامه از نظر معنای ته کلام اینه که شما میخواین بگین یک کیلو نارنگی به من بده ولی میتونید همین جمله رو حتی با پودرم بنویسید بگین پودس پانرمه یا پود اوستد اینا جملات بدی نیستن جملات اینفورمالی نیستن ولی در اگر بخوایم سطح کورتسیا و احترام رو در نظر بگیریم هیچ کدوم از این جملات به پای کندیسیونال سیمپل و به پای اون احترامی که شما با کندیسیونال سیمپل میتونید نشون بدین نمیرسن پس من الان سه تا سینونیم برای این جمله گفتم پودس پونه و پندریا هیچ کدوم به اندازه کندیسیونال احترام ندارن یو که ریا تومارون و دوینو بلانکو پرفاور من میخوام یه, دو... یه لیوان شراب سفید لطفا برای من بیارید یا من یه لیوان شراب سفید میخوام خب این مثال مثال خوبیه چون میخوام بهتون این نکته رو یادآور بشم که تو سیتواسیون های این چنینی، وقتی تو رستوران تو کافی شاپ یه جایی که یک خدماتی رو به شما ارائه میدن هستین بهتره که از کاندیشنال سیمپل استفاده کنید که ادب و احترام رعایت بشه الان مثلا توی رستوران یه لیوان شراب سفید میخواد میتونه خیلی ساده بگه یو کیرو اون باسو دوینو بلانکو من یه لیوان چیز میخوام این جمله بد نیست ولی وقتی میتونیم ادب و رعایت کنیم چرا این کارو نکنیم پس میگه یو کریا اون باسو د وینو بلانکو ممنون میشم اگر به هم یه لیوان شراب سفید بدید یا لطفا بهم به یه لیوان شراب سفید پودریا اوستد بیسیتر نوسترو استرو وب و خب پودریا اوستد بیسیتر نوسترو استرو وب و میشه لطفاً از وبسایت ما بازدید کنیم سی تی و وب یعنی وبسایت به جای اینکه بگه میتونی بری وبسایت ما رو نگاه کنی وقتی میکنتش کاندیشنال میشه میشه لطفا ممنون میشیم اگر بتونید وبسایت ما تمام این ترجمه ها تو مفهوم این کاندیشنالی که اینجا قرار گرفته وجود داره تندریه که رینر است فرمولاریو پاراپودر ریسترر انل کلوب میبایستی بایستی که این تندریاکه رو توی پارتهای قبلی داشتیم یه کنسخ و یه سوخرنسیا ولی اینجا هم که اومده اون حالت کورتسیا رو هم میتونه به شما نشون بده داره بهش میگه باید فلان کار بکنی ولی یه بایدی که با احترام داره به طرف مقابل داده میشه یه بایدی که با احترام داره به طرف مقابل بیان میشه باید برین رینر است فرمولریو باید این فرم رو پر بکنین رینار ری میشه پر کردن فرمولاریو میشه فرم این فرم رو پر بکنین پراپودر رخیسترار برای اینکه بتونین ثبت نام بکنین رجیستر بکنین رجیسترار ان ال کلوب توی کلوب رخیسترار کنین ثبت نام کنین در نهایت مری الفاورد فاورد در اونا بولسیتا خب ترکیب لوکوسیون وربالی که داریم چیه اثر ال فاور د اثر ال فاور د یا آثر ال یعنی لطف کردن خب میگه فعلتون هم اثر ال مثل گوستار صرف میشه معری ال فاور میشه لطف بکنین درم اونا بلسیتا بولسا میشه ساکو کیسه کوچیک بولسا س... بول خودش میشه ساک و کیسه بلسیتا این ایتایی که گرفته میخواد کوچیکش کنه میشه یه کیسه کوچیک به هم بدین میشه یه ساک کوچیک به هم بدین درم اونا بلسیتا پس اینم از اکسپرسار لا کورتسیا که یعنی احترام رو شما به طرف مقابلتون بیان کنین این بود آخر درس امروز ما Bueno, queridos seguidores de nuestro canal Bambo Languages, esto fue la lección de hoy. Hoy les hablé sobre tres funciones del tiempo condicional simple. Espero que os haya gustado nuestro video. دوستان و عزیز درس امروز ما به پایان رسید در این ویدیو آموزشی من سه تا دیگه از کاربردهای زمان کندیشنال سیمپل رو برای شما بیان کردم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم و براتون مفید بوده باشه سوال مشکل ایراد هر چیزی که هست کامنت کنیم برام حتما تا سر فرصت بهشون جواب بدم تا جلسه دیگه و درس دیگه ادیوس نوس بموس